بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. محمد ناروی هستم، 19 ساله از زاهدان، مجروح جمعه خونین. بنده دومین فرزند خانواده هستم، مجرد. من شغل نانوا هستم، شاطر نانوایی بودم قبلا. 40 روز بود که قبل از جمعه خونین به اتفاق برادرم یک نانوایی در زاهدان اجاره کردیم که سر پای خودمون بایستیم. بعد از 40 روز به جایی نرسیدیم و این اتفاق افتاد برای ما. ما خانواده کارگری هستیم و دیگه ما دوتا کار میکردیم. پدرم به خاطر مشکلاتی که داره نمیتونه کار کنه و ما کار میکردیم و خرج خانواده رو میدادیم. از روزی که این اتفاق برای من افتاده، برادرم هم با من درگیره و بیمارستان این و اون و کلن گرفتار با من. نه اون میتونه کار کنه و نه من. فعلا در حال حاضر نه منبع درآمدی داریم. فقط خدا میرسونه و دست ما رو میگیره. روز جمعه من و برادرم به اتفاق به مصلا رفتیم برای نماز جمعه. از عیدگاه اومدیم بیرون و از طرف کلانتری 16 دیگه همونطور تیراندازی بود و چندین نفر بالای کلانتری بودن تیر میزدن. ما رفتیم بیرون و یکی رو زده بودن، رفتیم برداریم، ما رو زدن، دو تا تیر به پای راستم خورد، یکی بالای زانو تیر معمولی بود و یکی پایین زانو گلوله دو زمانه. گلوله های دو زمانه که خطرناکه و منفجر میشن، همونطور که تو بیمارستان با ما گفتن. و رگای پای منو کاملا نابود کرده بود، استخوان پا رو خورد کرده بود. همونجا که تیر خوردم افتادم، پام سوخت و افتادم. برادرم دو قدم از من جلوتر بود، برگشت دید افتادم، اومد منو بلند کرد و یک بنده خدای دیگه هم اومد، یه لنگی داشت پای منو بستن، دوباره بردن داخل مصلا. دیگه ماشین گیر نمی اومد که ما رو ببرن تا بیمارستان. یه ماشین پژو اومد و ما رو 8 نفر زخمی رو داخل اون پژو سوار کردن. دو نفر مجروح سمت شاگرد بودن. من و یه مجروح دیگه به نام ابوبکر که شهید شدن صندلی عقب بودیم. برادرم و همراه ابوبکر، اونها هم صندلی عقب ماشین بودن. سه تا مجروح که اونها هم به پاشون تیر خورده بود تو جعبه عقب ماشین سوار کرد. بردم بیمارستان خاتم. خیلی شلوغ بود بیمارستان، کشته زخمی زیاد بودن. ما رو پیاده کردن بردن تو بخش و کسی رسیدگی نمی کرد. برادرم میگه من میرفتم میگفتم خانم دکتر فلانه، برادرم پاش دیر خورده داره میمیره. میگفت اون پاشه، مهم نیست، چیز خاصی نیست، ما به بقیه رسیدگی کنیم، بعد میان به اون رسیدگی میکنیم. به زور یکی را گرفته بود آورده بود بالا سرم. پامو که دیده بود گفته بود این داره میمیره و رفته بود به دکتر گفته بود بیا که این خون ریزیش زیاده. من اون لحظه بیوش شدم، اینا رو برادرم گفت به ساعت 1:30 منو بردن بیمارستان، ساعت 5 بعد از ظهر منو بردن تو اتاق عمل. اونجا که بردن وسط عمل من تمام میکنم، کلا نفسم میره و بیوش میشم دیگه. دوباره شوک میدن و اینا، عمل نمیکنم پامو، شوک میدم، من برمیگردم و میرم تو کما. دو شبانه روز یا سه روز فکر کنم تو کما بودم. بعد از کما که اومدم بیرون، تازه داشتم به هوش اومده بودم، یه پرستاری اومد بالا سرم. من بهش گفتم بهم آب بده، آب نداد بهم و رفت دکتر رو صدا کرد، گفت ناروی به هوش اومده، بیام بالا سرش. دکتر اومد بالا سر من و یه پرونده دستش بود، گفت آقای ناروی شما بهتری؟ من گفتم خدا رو شکر الان اینجا چیکار میکنم من. گفت که اینو بعد امضا کنین. من گفتم این چیه که امضا کنم من؟ گفت این رضایت نامه است، بعد پات قطع بشه. من گفتم من انگشت نمیزنم، برادرم بیرونه، برین از اون انگشت بگیرین، برادر بزرگم، من انگشت نمیزنم. من انگشت نزدم و چند روزی معطل شدیم. پدرم کل جاها رو گشتم برای مثلا پیوند و اینا که شاید امیدی باشه که پام برگرده.
کرمان، یزد، اینجا رو ما پرسیدیم. گفتن نه، رای نداره، این رگاش، شریان های پاش، سرخ رگ، سیاه رگ، شاه رگ، تمام رگای پاش قطع شدن و هیچ راهی نبود برای برگشت پا. دیگه بعد از 5 روز پای منو قطع کردن. بعد که قطع کردن، 5-6 بار تو زایدان پام عمل شد. بعد از قطع کردن دوباره عمل شد. اینجا خوب عمل نکردم پاما و استخون رو اضافی گذاشته بودن و پامو بد عمل کردن. از اینجا منتقل شدیم بیمارستان یزد. اونجا 5 بار اونجا عمل شدیم. من اونجا که بودم خیلی عذاب کشیدم تو بیمارستان یزد. منو بیوش کردن، عمل سوم بود. منو بیوش کرده بودن، تو اتاق عمل بودم. پام رو باز کرده بودن، گوشت پام باز بود. وسط عمل به هوش اومدم و پامو توی حالتی دیدم که ناامید شدم از زندگی. گفتم منو بیهوش کنید دوباره، من این صحنه رو نبینم. گفتن نه، اگه بیهوشت کنی میری تو کما و فلان، درد سر میشه. بیهوشم نکردم و من اونجا مردم و زنده شدم. دوباره بردن بیرون و باز یک روز در میان منو میآوردن اتاق عمل. 11 بار پای من عمل شد، 6 بار در زایدان و 5 بار در استان یزد. عملات هنوز موفق نبوده و امکان داره یک عمل دیگه پای من نیاز داشته باشه. دیگه در این اتفاق خودم و خانواده هم نابود شدیم. هر جمع رفتیم پیگیری کنیم، پیگیری نکردن تا این لحظه و نه از اطلاعاتش، نه از آگاهی، نه از هیچ جا پشت ما نبودن بجز مسجد مکی. هر جا رفتیم جوابی ندادن. گفتن شما باید بیای بگی فلانی منو زده. ما از کجا بدونی فلانی زده؟ چندین نفر از روی کلانتری، از داخل کلانتری به ما شلیک میکردن. ما نمیتونیم به یکی بگیم آقا فلانی کس ما رو زده. من تنها نبودم، صدها نفر دیگه که شهید شدن، زخمی شدن، اینا رو یه نفر نزده. دولت باید پیگیری کنه که اینا رو کی زده، ما رو کی زد، ما به چه گناهی زده شدیم، ما آیا اسلحه داشتیم، رفته بودیم جنگ اونا، ما رفتیم نماز بخونیم، از نماز اومدیم بیرون، ما رو اینجوری باید بزنن؟ ما جوونی نکردیم ما پامون رو قطع کنن؟ یا هستن کسایی که قطع نخوا شدن، اونا چه دلی داره، چه گناهی کردن اینا؟ فقط گناهشون این بوده که رفتن نماز جمعه بخونن. اینا رو انشاءالله که پیگیری کنن و به سزای عملشون برسن، ما از حقمون نمیگذاریم انشاءالله. تا آخرش هم وای میستیم با امید الله که حقمون رو بگیریم. من یادمه که منو داخل بیمارستان که بردن، من یکم هوش داشتم. برادرم میزد تو گوشم که نخواب نخواب. اون لحظه که منو بردن داخل بیمارستان، داخل بخش، هر 1 دقیقه 2 دقیقه فریاد الله اکبر بلند میشد، یک نفر شهید میشد. مجروحین زیاد بودن، به سرشون گلوله خورده بود، به قلبشون گلوله خورده بود، اکثریت رو بالای کمر زده بودن، سینه، سر، قلب زیاد بودن، مجروحین زیاد بودن. این یک چیزی بود که از پیش تعیین شده بود، انگار میخواستن که یک عده زیادی رو بزنن و از پا درارن. همون کارم کردن، خیلی ها رو زدن. بچه بود، با پدرش اومده بود دیدگاه نماز بخونه، زده بودن توی سرش گلوله، توی پای پدرش هم گلوله خورده بود. اینا رو هم رای بیمارستان کردن. پدرش فریاد میزد که پسرم رفت، چرا من موندم؟ چرا من شهید نشدم؟ پسرم رفت، من موندم. صحنه سختی بود کلن تو بیمارستان، داخل ایدگاه. تیراندازی اینقدر زدم، بازم تیراندازی میکردن. کسی سمتشون نمی رفت، اونا بازم شلیک می کردن، سر سینه می زدن به قصد کشتن. اونایی هم که تو دست و پا خورده، انگار که رد خورده و نادستی تو دست و پا زدن، اکثریت را از کمر به بالا زدن. زحمات خانواده و پیگیری های حضرت شیخ الاسلام خیلی برای ما روحیه بخش بوده. کل رویه ای که ما داریم خاطر حضرت شیخ الاسلام است. خدای پاک سایش را سر ما کم نکنه. خدای پاک عمر و عزت و طولانی بده بهشون.